یک تکلیف جلدی دیگه است به نام کانتاکت درماتایتیس. اگر ترجمه کنیم، التهاب جلدی که در اثر تماس پیدا میشه، یا مشابه به سلولایتیس است. اما در کانتاکت درماتایتیس مریضا بسیار خارش داشته می باشن، اما در سلولایتیس خارش ندارن. سلولایتیس یک تشخیص کلینیکی است و ما مجبور نیستیم که کلچر کنیم. یک نوع دیگه سلولایتیس به نام ریسپلس است که لاتش استرپتوکوکال پایوجنیس است که اکثرا روی و اطراف سفلی را مصاب می سازن. تداوی میکروبای معمول جلدی نوع باکتریایی از جلد و انساج نرم مربوط به ایست که عامل میکروب چی است. این سلایدم به محصلین طب تهیه شده. اگر علت متسلن سنسیتیو استاف اوریوس باشه، ما از طریق رگ نفسلن یا اگزاسلن میتیم، یا از طریق دهن دیکلوکسیسلن یا سفالکسن. اما اگر علتش استاف اوریوس متسلن رزیستنت باشه، یعنی دیو مریضا، ما ونکومایسن از طریق رگ میتیم یا کلندمایسن از طریق دهن. دهی او آخر دکترای جلدی از ترایمتوپرم سالفامتکسازول هم زیاد استفاده میکنن. میکروب های معمول جلدی سمورقی و باکتریایی رو دیدیم. میم و نوع سیوم که عبارتند از میکروب های ویروسی است. یا هم از سلاید ما در این قسمت. میکروب های معمول جلدی نوع سیوم میکروب های ویروسی یا ویرال انفکشنز که یا عبارتند از هرپیز سمپلکس، هرپیز زاستر یا شنگلز، ملسکم کانتاجوزم و زخها یا وارتز، زخهای معمولی و زخهای تناسلی. هرپیز سمپلکس ویروس یا ویروس هرپیز سمپلکس سبب دانگک های میشه به شکل آبله مانند که خارش داره و درد داره به شکل گروپ. وقتی که یک انسان به این تکلیف مصاب میشه، این میکروب به شکل خاموش در وجود انسان باقی میمانه و بعد از او سال چندین بار او پس دوباره فعال میشه. ویروس هرپیس سمپلکس دو نوع است، تایپ 1 و 2. تایپ 1 سبب تظاهرات جلدی در قسمت لب، دهن و بینی میشه. ویروس هرپیس سمپلکس نوع دوم سبب تظاهرات جلدی در قسمت تناسلی میشه. چطور این میکروب تشخیص میشه؟ ما میتونیم از این آبلگک‌ها را پاره کنیم و از او را کلچر کنیم، یا موجودیت انتیبادی در مقابل هرپیس 1 و 2. چطور هرپیس ویروس تداوی میشه؟ مربوطی است که تایپ 1 است یا 2. تایپ اول که مردم عوام او را میگن فیور بلستر. تداوی های مختلف وجود داره که از او جمله ما دو نوع زیر به شما انتخاب کردم. ای سایکلوور 400 میلی گرام روز 5 دفعه و 5 روز، یا ول ای سایکلوور 2 گرام روز 2 دفعه و 1 روز. میتونیم از تداوی های موضوعی و طور مثال ای سایکلوور 5% کریم روز 6 دفعه و 7 روز ما به شکل موضوعی استفاده کنیم. تداوی هرپیس تایپ 2 یا هرپیس تناسلی که تداویش با دوره های مختلف فرق میکنه. اولین حمله ای سایکلوور 400 میلی گرام روز 3 دفعه و 7 تا 10 روز، یا ول ای سایکلوور 1 گرام روز 2 دفعه و 7 تا 10 روز.
حملات بعدی ای سایکلوور 400 میلی گرم روز 3 دفعه بر 5 روز، یا ول ای سایکلوور 500 میلی گرم روز 2 دفعه و 3 روز. بالاخره تداویای مزمن که سبب توقف ای ویروس شد. اگر مریضا از 9 دفعه یا کمتر یا زیادتر همی مرض اوت کنه، دیواده برشان ما میتونیم ای سایکلوور 400 میلی گرم روز 2 دفعه بتیم، یا ول ای سایکلوور 500 میلی گرم روز 1 دفعه برشان بتیم. میکروب معمول جلدی نو ویروسی به نام هرپیس زاستر، این به نام شنگلز رو میاد میشن، از جمله میکروب های بسیار معمول جلدی است که لطش یک ویروس است به نام وریسلا زاستر ویروس یاد میشن. این میکروب اکثرا اطفال در طفلیت مصاب میکنه، سبب چیکن پاکس یا وریسلا میشه. بازی میکروب به نرف گنگلیا در اونجا بودو باش میکنه، وقتی که انسان ها کلان میشه این پس ری اکتیویت میشه، یعنی دوباره فعال میشه. این ویروس سبب تظاهرات جلدی میشه به شکل آبلگکا و به رقم گروپ یک طرفه و به بخش یک درماتوم و تقریبا 50% وقات از این در قسمت های صدری یا توراسیک پیدا میشه. علامه معمول این تکلیف جلدی یا هرپیس زاستر درد است. بعضا درد پیش از اینکه تظاهرات جلدی پیدا شد بر انسان ها پیدا میشه. بعضا درد طاقت فرسا میباشه و بعضا درد به همیش باقی میمانه، که را میگن پوست هرپاتیک نورالژیا یا دردهای عصبی که بعد از هرپیس زاستر پیدا میشه. اگه این ویروس جلد اوربت یا نزدیکای چشم بگیره، باید فوراً مریضا به دکترای چشم روان شه. خوشبختانه ما یک واکسین داریم به نام زوستا وکس واکسین، که باید به سن 60 به بالا داده شه، که واقعات هرپیس زاستر 50% کم میکنه و در پلوی ازیام اختلاطات و شدت مرضم کم می سازه. تداویای ضد ویروسی توسط ای سایکلوور، ول ای سایکلوور، فم ویر امروز بسیار موثر است و این میکروب یا این ویروس از بین می بره. چطور تداوی می شه؟ ای سایکلوور 800 میلی گرم از طریق دهن روز 5 دفعه برای 7 یا 10 روز، یا ول ای سایکلوور 1 گرم روز 3 دفعه برای 7 روز. میکروب معمولی جلدی دیگه نوع ویروسی به نام ملوسکم کانتاجوزم که لطزی یک ویروس است به نام پاکس ویروس، که سبب دانگکای میشه که وقت اوصاف مخصوص داره و شکل گنبز مانند است، مرکزش فرو رفتگی است مثل ناف، خودش گلابی و خرد است و شفاف می باشد. پاکس ویروس اکثرا اطفال به این تکلیف مصاب می سازد، یعنی سبب ملسکم کانتاجوزم می شود. در ادالت یا کلانا این ویروس توسط از یک انسان با یک انسانی که این ویروس داشته باشه سرایت می کند. پاکس ویروس اکثرا بعد از چندین ماه خودش سرخود از بین میره. تداوی از این در اطفال کازمتیک است، اما کلانا باید تداوی شه. چرا اگر تداوی نشن یا میتونن این مرض توسط قرابت جنسی به یک انسان دیگه سرایت بتن. چطور ملسکم کانتاجوزم یا پاکس ویروس تداوی میشه؟ تداویش مثل تداوی وارتز یا زخاس که می دانا باید تخریب شد توسط تداوی های موضوعی یا کیورتش کاتری یا تداوی های سردی
کریوتراپی توسط لیکوید نیتروژن. میکروب معمول جلدی نو ویروسی دیگر به نام هیومن پاپیلوما ویروس که سبب تولید زخم میشه، زیادتر از 70 نوال هیومن پاپیلوما ویروس وجود دارد که یا نه تنها سبب زخم قسمت های تناسلی میشه، بلکه سبب زخم در دستا، روی و در دیگر قسمت های جلد میشن، یا هم زخم لب، دور دهن و زبان. هیومن پاپیلوما ویروس زخم تناسلی گوشت های اضافی هستند که در غشای مخاطی و در جلد قسمت های تناسلی پیدا میشن. قسم پیشتر گفتم زیادتر از 70 نوع هیومن پاپیلوما ویروس وجود داره. نوع 16 و 18 تقریبا 75% واقعات سرطان عنق رحم سبب میشه. نوع 6 و 11 تقریبا 90% واقعات زخم قسمت های تناسلی در مردها و خانم ها میشه. خوشبختانه ما واکسین داریم به نام گاردسل که با بچه ها و دخترها از سن 9 تا 26 سالگی یا باید داده شه. مقدار اول هم روز اول که مریض دیده میشه، مقدار دوم دو ماه بعد، مقدار سوم 6 ماه بعد بر مریض تطبیق میشه. زخم چطور تداوی میشه؟ اکثرا تداوی های موضوعی است. میتونیم دوایی به نام تریکلورو استیک اسید که بدون نسخه از دواخانه ها گرفته میشه، ما این رو میتونیم به این زخم در دست تطبیق کنیم. اما زخم قسمت تناسلی دوایی که استفاده میشه به نام الدیرا و پدافلین است یا کاندلکس که به شکل جل یا به شکل مایع می باشه که باید روز دو دفعه 3 روز پشت پشت با موزخا تطبیق شه و این مدت تداویام باید 4 هفته باشه. میتونیم این زخاره توسط عمل الکتروکارتوزیشن هم از بین ببریم. تداوی دیگه جراحی لیزر. تداوی دیگه توسط سردی شدید که را میگن کریوسرژی همراه با لیکوید نیتروژن. هموطنان و بینندگان بسیار محترم، یام بود پروگرام درباره میکروبای جلد و ناخون. امید است که این پروگرام به شما مفید بوده باشه. پیش از اینکه این پروگرام را ختم کنم، خواستم به شما یادآور شم که کلینیک تشخیصی فامیل غوثی و دکتران بر افغانستان در کارتی 4 سرک اول مقابل مکتب رابی بلخی با دکتر، استاف و کارگرای بسیار لایق، ورزیده و مهربان همراه با لابراتوار مجهز و آلتراساوند آماده خدمت به شما مردم نجیب و شریف هستند. بازم یادآور میشم که این کلینیک بر مفاد ساخته نشده، بلکه برای کمک به مردم شریف و نجیب افغانستان و کابل ساخته شده. در خاتمه ما همه شما عزیزانه به خداوند یکتا میسپارم. در هر جای که هستین خوش و آرام و با صحت و عافیت باشین. مواظب جانتان باشین. گپ کلانای ما یادتان نره که میگن که جان جوری پادشاهی و جان نگاه کردن فرض است. کمک به مردم رنجیده‌تان فراموش نکنین و یاد ما نره که آبادی افغانستان وظیفه ما و شما افغان است. خداحافظ.